شد، یعنی آن مار قدیمی که ابلیس و شیطان
مسما است که تمامی رب مسکون را می‌فریبد، او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شد. آمین. می‌بینیم که چه جنگ عظیمی شکل گرفت. در حزقیال اگر باب 28 آیه 16 بخونید، می‌بینید که لوسیفر که شیطان حال حاضر هست، ملقب شد رهبر پرستشی فرشتگان خدا بود. بهش نمی‌پردازم زیاد، اما از شما میخوام که اینو واقعا مطالعه بکنید. ولی خدا رو شکر که اگر یک رهبر پرستشی سقوط کرد، اما خدا رو شکر برای رهبرهای پرستشی ما در این کلیسا. خواهش میکنم براشون دست بزنید، باعث بنای کلیسا هستن و دلهای ما رو آماده میکنن. خب فهمیدیم که پس میکایی با لوسیفر جنگ کرد و فرشتگانش بر روی زمین افتادن و حالا اشعیا یک قسمت کلیدی هست در باب 14 آیه 12. ای زهره دختر صبح، که البته این من اصلاحش بکنم، اگر در ترجمه کینگ جیمز در کتاب انگلیسی بخونید که خیلی نزدیک هست، میگه او لوسیفر سان آف ده مورنینگ. پس دختر صبح نیست، در واقع لوسیفر پسر خورشیده. چگونه از آسمان افتاده ایم؟ ای که امتها را ذلیل میساختی، چگونه بر زمین افکنده شدیم؟ تو در دل خود میگفتی به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع اطراف شما جلوس خواهم نمود. بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد. پس میبینیم که لوسیفر فکر کرد که در واقع از خدا چیزی کم نداره. همه فرشتگان به اون احترام میذارن و یک فرشته بسیار زیباست و خیلی مغرور، ولی یک چیز رو یادش رفت. در واقع اون خالق، اون مخلوق بود و خدا خالق، و خدا واقف بر این امر بود که لوسیفر این خیانت رو انجام داد. و لوسیفر بقیه فرشتگان رو میفریبه و با فرشتگان خداوند در جنگ قرار میگیره و سقوط میکنه از آسمان بر روی زمین، و ادامه این جنگ بر روی زمین هست و اتفاق افتاد. و خدا وقتی داشت زمین رو خلق میکرد، در واقع این جنگ در آسمان شکل گرفت و اینجا میفهمیم که لوسیفر بر روی زمین افتاد. وقتی خدا بهترین مخلوق خودش رو خلق کرد و در بینی وی از روح حیات، یعنی روح خودش دمید، لوسیفر گفت ضربه خودم رو از اینجا به خدا بزنم. چیزی که در فکرش جلال داره، چیزی که براش یک ارزش بالا داره، و این رو من بهش ضربه میزنم. و شروع کرد با کلام خدا، از طریق کلام خدا با یک انحراف کوچیک اون خلقت رو ضربه زدن، و آدم و حوا که زن و شوهری بودن که خدا اینها رو تقدیس کرد برای سلطنت بر روی زمین، از کلام و عدالت خدا منحرف شد. و ما میبینیم که چه اتفاقاتی در این مابین میفته وقتی انسان سقوط میکنه، یعنی بهترین مخلوق خدا یا اشرف مخلوقات. اولین قتل اتفاق میفته، برادر خودش رو میکشه. اگر در پیدایش باب 4 آیه 8 نگاه بکنید، قائن برادر خودش رو قابیل از روی غرور و حسادت به قتل میرسونه. و در کتاب ناهوم باب 3 آیه در باب 3
نگاه بکنید ببینید که چه اتفاق افتاد و چه فسادی بر روی زمین در حال شکل گرفتن بود و چقدر انتشار یافت. و خدا کاملا از این وضعیت ناراضی بود. با هم دیگه باز کنیم نهوم رو، اگر کتاباتون در دستتون هست تا با هم دیگه بر روی کتاب مقدس پیگیری بکنیم. وای بر شهر خونریز که تمامش از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمی شود. آواز تازیانه ها و صدای غرغر چرخ ها و جنگیدن اسب ها و جستن عرابه ها و سواران هجوم می آورند و شمشیرهای براق و نیزه ها می باشد و از کثرت مجروحان و فراوانی مقتولان و لاشه اینها است. پس ببینیم جنگ ها بر بلند شد و فساد بر روی زمین، دروغ ها و قتل ها و غارت ها شکل گرفت. چه وضعیت وحشتناکی. خدا زمین رو به نیکویی خلق کرد در تمام روزهای خلقتش و خدا دید که نیکوست. آمین. و اون نیکویی چه بتالتی رو پیش گرفت. جالبه شیطان همون ضربه ای رو که به آدم و حوا زد وقتی خدا جس پوشید و پسر بر روی زمین بر ما آشکار شد و در میان ما خرامید، اومد همون وسوسه رو به کار ببره. در متا باب 4:8 برای شما میخونم، ولی قبلش نقل قولی میکنم ولی جزوه ای که به این هم اشاره میکنه. اولین حمله ای که به او انجام داد برای استفاده از قدرت عظیمش بود، چرا که شیطان میدانست او کلمه است. آمین. جایگاه او را میدانست. قبول دارید که واقعا این رو میدونست؟ بله. او جایگاه خود را میدانست. مسیح رو مخاطب قرار میده و شیطان از او خواست که از قدرت خود برای خیش استفاده کند، خواست که خود را سیر نماید و او گرسنه بود. انسان گرسنه در واقع دست به هر کاری میزنه تا شکم خودش رو سیر کنه. این میتونه قتل ها باشه، دزدی ها باشه، غارت ها باشه، اما مسیح اون اشتیاق رو داشت برای گرسنه، برای که یک غذای عالی رو بخوره، درسته؟ بله. و همینطور تشنه بود. و شیطان اولین قدرت عظیم او را برای حمله به کار برد تا از قدرت خود برای غلبه بر او استفاده کند. او این را برای خود به کار نبرد، مسیح رو مخاطب قرار میده، آن را برای دیگران به کار برد. مسیح اون رو برای سیر کردن خودش استفاده نکرد. در واقع میبینیم که مسیح میگه که انسان نه به محض نان زیست میکنه، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. اینجاست که مسیح از طریق کلام، وقتی با سؤال کلامی مواجه شد، از طریق کلام بود که تونست شریر رو مغلوب بسازه. اینجاست که مسیح پیروزی رو به ما نشون میده و یک نمونه به ما میده که ما چطور میتونیم در جنگهای خودمون با کسی که کلام رو بلده و از طریق کلام ممکنه به ما ضربه بزنه و ما غافل باشیم از این مقابله کنیم. متی باب 4:8 رو برای شما میخونم.
باز میخوام باب 4 آیه 8 و 8 رو میخونم. پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه مایملک جهان را به آن نشان داد. به وی گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را به تو بخشم. آنگاه عیسی وی را گفت دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و فقط او را عبادت کن. کلام مسیح گفت مکتوب است که فقط او را باید سجده کرد. کلام، سؤال کلامی، جواب کلامی، این قدرت فیض، این کلامی که زنده است و میتونه فوجهای شریر رو فرو بریزه. جنگ های ما در دنیای ایمانی ما به دو دسته تقسیم میشه. مرئی که همه ما میتونیم ببینیم در جسم و به راحتی رویت میشه، مثل جنگ ها، ضربه هایی که از همدیگه میخوریم و چیزهایی که از بیرون به ما ضربه میزنه، مثل جاهایی که قرار میگیریم برای کار کردن، درس خوندن و حتی خانواده، ممکنه چنین جنگ جسمانی که مرگی هست رو تجربه بکنیم و این یک جنگیه که رو در رو، چشم در چشم میتونیم ببینیم و میتونه ضربه مهلکی حتی به جسم ما بزنه. ولی خطرناکتر از اون در واقع جنگ نامرئی است که ما با چشم خودمون قادر به دیدن اون نیستیم و نیاز داریم که به قوت خدا و کلام خدا مجهز بشیم تا بتونیم اون جنگ رو تشخیص بدیم و افکاری که پشت اون جنگ هست رو تمیز کنیم. آمین. تا زمانی که کلام خداوند رو بلد نباشیم، نمیدونیم شیطان چجوری بر روی زمین و در افکار ما میتونه عمل بکنه. تا زمانی که ما نفهمیم خدا چجور در کلام صحبت میکنه، نمیتونیم بفهمیم خدا چجوری به ما سلاح مقابله با دشمن رو عطا میکنه. کلام خدا مثل شمشیر دودم و برنده است. و اگر در دست نداشته باشیم، نمیتونیم در این جنگ پیروز بشیم. شما این کلام رو حذف بکنید و با دنیا چه فرق دارید؟ چه چیزی میفهمید؟ ولی وقتی این کلام رو بیارید و مطالعه بکنید و بفهمید نیرنگ های شریر رو، مکر های ابلیس رو و قوت های خود رو، اون موقع است که کلام خدا میتونه به شما اون قوت و آزادی رو بده که در ضعیف بودن خودتون قوی ترین انسان روی زمین شد. آمین. آمین. در واقع متحمل شدن یعنی غلبه کردن. تحمله که اجازه میده که ما اون قدرت رو داشته باشیم که غلبه کنیم. تا زمانی که ما طاقت نداشته باشیم و نتونیم متحمل بشیم دردها و فشارهایی که به ما از بیرون وارد میشه یا از دنیای نادیدنی به ما وارد میشه رو نمیتونیم تحمل بکنیم، نمیتونیم وارد بیم. غلبه کردن در واقع مسیح در واقع متحمل گرسنگی شد، اما پیروز شد، غالب شد و بعد فرشتگان خدا پسر رو به آرامش خودشون دعوت کردن، اون رو خدمت کردن. در واقع حملات شریر از جهت‌های بسیار زیادی است. ما خیلی وقتها وقتی یک جنگی اتفاق می‌افته، برای مثال جنگ جهانی سوم اگه اتفاق می‌افته، برای نجات جان‌ها و جسم‌های خودمون به هر کاری دست می‌زنیم.
و هر سلاحی رو دستمون میگیریم که بتونیم جان خودمون رو و خانواده خودمون رو نجات بدیم. اما در مورد جنگ روحانی چی؟ درباره جنگ روحانی ما چطور میتونیم، چه عمل کردی میتونیم داشته باشیم؟ چقدر خود من میتونم بی تفاوت باشم نسبت به این جنگ؟ در این جنگ سربازی میفته و ماورای سربازان اونو حمایت میکنن، حتی اگر پاش مجروح شده باشه اونو به کول میگیرن و با خودشون هم میکنن تا سنگری که یا اون محدوده استحفاظی که برای اون هست. امروز سربازانی که مورد حمله قرار میگیرن خیلی بیشتر ایماندارانی هستن که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردن و کلام رو اونطور که باید نمیدونن. خواهش میکنم از عزیزانی که کلام خدا رو بلدن در کنار اونها بایستن و اگر اونها افتادن اونها رو بلند کنن. اینه قوت و قدرتی که خدا در جسمای ما قرار داد، در افکار ما به عنوان یک ایماندار قرار داد. ما در این جنگ باید بفهمیم که ضعف دشمن ما چیه. اشاره میکنم به کوروش پادشاه، پادشاه هخامنشیان، پادشاهی که واقعا برای من خیلی محبوبه. در جنگ با پادشاه نیکو خوزروس که وقتی میخواست با اون مقابله بکنه ضعف اون رو میدونست، میدونست که دلیدی شطوری وجود نداره و مطمئنن اگر سوار نظامش رو کوروش شطور قرار بده از پای او و سپاه او ترسان میشن و سوار نظام ردیف اول او میفتن و اون موقع کوروش میتونه پیروزی خودش رو به دست بیاره. و همینطور شد. ارتش لیدی بسیار بزرگتر از ارتش کوروش بود و کوروش با یک حکمت و یک درایت و یک پیشدانی خودش در مورد ضعف دشمن تونست اون رو با کمترین تعداد سپاه به زانو در بیاره و اون رو مغلوب کرد. وقتی ما ضعف دشمن خودمون رو بدونیم بهتر میتونیم باش مقابله بکنیم. آیا اینطوریست؟ حالا ضعف دشمن ما چیه؟ ارتباط مستقیم ما با خداست. خواندن کلام و راه رفتن و دعا کردن برای فهمیدن مفاهیم کلام. وقتی ما بتونیم مفاهیم کلام رو درک بکنیم در واقع میتونیم اون حکمت‌های خدا رو برای جنگیدن با نیروی شرارت درک بکنیم و بتونیم مقابله کنیم. و دوم شناسایی ضعف‌های خودمون، چون در واقع ضعف‌های خودمون باعث میشه که ما مغلوب بشیم اگر اونها رو بهبود نبخشیم. درسته؟ همه ما ضعف داریم و من واقعا در جایگاهی نیستم که اینجا قرار بگیرم و کلام خدا رو موعظه بکنم. اما وقتی خدا یک شخص رو انتخاب میکنه برای موعظه کلام، در واقع هر چقدر هم ضعیف باشه خدا قوتش رو. مکاشفه باب 3 آیه 21 رو برای شما میخونم. خدا امروز خیلی به مکاشفه اهمیت داره. مکاشفه یعنی فهمیدن آینده خود. کتاب پیدایش تو مکاشفه و مکاشفه یعنی آینده ما. آنکه قاله باید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من قاله آمدم و با پدر خود بر تخت نشستم. پس وقتی غالب میشید بر جنگی که هست، جنگی که
واقعا آسون نیست و همه ما اینو میدونیم و اگر نمیدونیم بهتره بدونیم. وقتی غالب بیایم برای جنگ، پس پاداشش اینه که با پدر در ملکوت پدر و بر سر سفره میشه. پس کتاب مکاشفه داره به ما میگه که در واقع آینده ما به عنوان یک فرد پیروز و غالب شده و در جنگ چیه؟ آمین. باز هم به جزوه‌ای که واقعا دوستش دارم اشاره میکنم. آن کسی که در شماست نور است و آن که در دنیاست تاریکی. خب نور غلبه و تاریکی را اثبات نموده است و کسی که در مسیح است میداند که بر اعمال دنیا غالب آمده است. آمین. تاریکی دیگر هیچ قدرتی بر شما ندارد زیرا که شما آزاد هستید. آمین. پس وقتی در مسیح باشیم آزادیم و نه تنها آزادیم بلکه یک جنگی رو پشت سر گذاشتیم و غالب اومدیم. اگر به احکام مسیح واقعا پایبند باشیم، میگه که مسیح خداوند فرمود، گفت هر که مرا دوست دارد احکام مرا نگاه می‌دارد. اسلحه‌های روحانی که در کتاب مقدس بهش اشاره شد و ما در افسوسیان باب 6 آیه 17 از 10 تا 20 ما کاملا دیدیم و من یک مروری میکنم برش. خود نجات، افسوسیان 6 17 خود نجات و شمشیر روح. برای شما از روی کلام میخونم. و خود نجات و شمشیر روح را که کلام است بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس به جهت همه مقدسی بیدار باشید. آمین. پس شمشیر ما چی بود؟ کلام خدا. و بیداری ما چی بود؟ دعا کردن. پس کلام، دعا، دوتا با هم دیگه در کنار هم دیگه. ما نمیتونیم فقط دعا بکنیم ولی کلام رخمیم، چون یک زمانی دیگه تموم میشه. یک زمان همش ما داریم از ذخیره های شنیده خودمون در موعظات میشنویم، ولی چه مکاشفه خودمون از کلام داریم. و در اشعیا باب 59 آیه 17 به زره اشاره میکنه. برای شما از روی کلام میخونم تا بتونم اونطور که خدا میخواد برای شما باز بشه، نه به تفسیر و تاییدهای کلامی من باشه. پس عدالت را مثل زره بپوشید و خود نجات را بر سر خیش نهاده و جامعه انتقام را به جای لباس دربر کرد و غیرت دربر کرده و غیرت را مثل ردا بپوشید. پس خدا به زره داره در این آیات اشاره میکنه، در این جملات. و زره خیلی مهمه، زره عدالت، بتونیم یک عادل، یک شخصی باشیم که عادل باشیم. و من در این مسئله ضعف، ولی به قوت مسیح و فیض مسیح همه ما پاداشیم و اینجاست که مسیح ردای خودش رو بر تن ما کرد
تا ما عادل شمرده بشیم. اینه عادل شمرده. ما به اعمال خودمون عادل شمرده نمیشیم. خدا رو شکر میکنم برای کلام زندش. اول تسالونیکیان باب 5 آیه 8 جوشن عدالت که همون زره هست. افسسیان 6:14 نهلین انجیل. انجیل یعنی خبر خوش. یعنی شما باید کلام خدا رو بشارت بدید برای کسایی که خدا رو نمیشناسن. خدا میخواد که هویت خودش و قدرت خودش در این دنیا برای دیگران انتشار بشه. پس در زندگی خودمون بشارت دهنده باشیم. بتونیم نهلین انجیل رو بر در پاهای خودمون بپوشیم و قدم برداریم. آمین. خدا رو شکر می‌کنم. خب اداره کلیسا چیزیست که بسیار مهم هست در کلیسا و باید همه ما این رو در نظر بگیریم که جنگ ما جنگی است که یک بیداری رو میطلبه، یک جنبش رو میطلبه در خودش. کلیسا باید به مانند مسیح بیدار باشه. همونطور که مسیح با شیطان در یک بیداری مقابله کرد، نه در خواب و نادانی، کاملا حکیمانه و کاملا مثل صاحب اقتدار. امروز عزیزی برای من دعا میکرد و این برای من خیلی مرموز شدنی شد. صاحب اقتدار، مثل یک صاحب اقتدار بیدار باشید. مسیح همیشه بیدار بود برای به ثمر آوردن اون چیزی که اعلام میکنه. و غالب شدن خیلی سخته در این بیداری. نبرد بدون بیداری این ثمری کلیسای بیدار در واقع میتونه مکرهای شریر رو پیشبینی بکنه و میتونه با اونها مقابله بکنه. و این چیزی نیست که من به شما بدم یا پس کرامت به شما بده. تا جایی که بعد از سیامک بتونه به شما کمک بکنه، ولی مابقیش برای شماست که بیدار باشید. اگر فقط کلام ما فهمیده های ما به جلسات یک شنبه، سه شنبه و جمعه ختم بشه فایده ای نداره. البته خیلی خوشحال میشن بعضیا کتاب مقدسشون میرن یادداشت برداری میکنن، مشخص میرن خودشون مطالعه میکنن و پیغام های جدیدتری از همون چیزهایی که برداشت کردن دوباره نصیبشون میشه و خوشا به حال کسانی که واقعا محقق هستن توی کتاب مقدس. گاهی ما خیلی اوقات ما در نبرد ممکنه به خواب بریم و هوشیار نباشیم در این جنگی که واقعا میتونه سرنوشت ما رو رقم بزنه و همینطور یک عده انسان. وقتی مسیح به شاگردانش گفت قبل از دستگیر شدنش گفت بیدار باشید و با من دعا کنید و مسیح رفت از اونها دورتر شروع کرد دعا کردن با پدر خودش تا قوت را از جانب پدر دریافت کنه. اما در زمدته برگشتش، در زمان برگشتش برخورد میکنه به شاگردانی که کاملا خواب هست و مسیح میگه که آیا شما را نگفته که بیدار باشی؟ به شما میگویم بیدار باشی و در دعا باشی. و مسیح دو مرتبه میره. این سه بار تکرار میشه در این طی زمان که اتفاق افتاد و مسیح باز شاگردان خودش در خواب. جالبه بعضی وقتا پرکامو سنگین میشه، بعضی وقتا جسممو خسته میشه، بعضی وقتا من از سر کار میام خستم نمیتونم کلام بکنم، ولی این مکاشفه برای من شد. من داشتم این پیغام رو تهیه میکردم، این مکاشفه برای من شد که وقتی که زمانی که خسته است و خسته هستی و نمیتونی، در واقع باید بتونی، چون اونجاست که خدا تو رو از خستگیات آزاد میکنه، از افکاری که مثل رسوبات در جسم تو انباشته شده تو رو پاک میکنه و شروع میکنه فکرهای خودش رو در تو قرار بده. اینجاست که خدا عمل میکنه. وقتی تو خسته هستی ولی امین هستی در خواندن و تحقق در کلام،
تخییر در کلام خدا میگه که من به اندک تو برکت میدم. و جالبه مسیح گفت خوابیدید و دعا نکردید. الان میگم کسایی که من رو قرار دستگیر بکنم و دارم میام و ما بقی رو استراحت کنید. جایی که باید دعا میکردید نکردید، جایی که باید استراحت کنید میخواید دعا کنید. چون شاگردان هم در یک چالش و تنشی بودن وقتی میدونستن که پادشاهی که در میان اونها قرار مسکوب بشه و چقدر ترسان بودن. و من شاید فکر میکنم از روی ترس و نگرانی خوابشون بود و این هم اشتباه. من بعضی وقتا عصبانی هستم خوابم میبرم، شاید اونها هم اینطور بودن. کتاب مقدس این رو نمیگه، این نقلی که از خودم هست و چیزی که برداشت میکنم. و حالا شاگردان بلند شدن، بیدار شدن، ولی یک عملکرد اشتباه رو ما میبینیم. پتروس شمشیر خودش رو برمیداره و شروع میکنه حمله کردن به نیروی مقابل که کاهنین باشن، کاهنین قوم یهود باشن، فریسیان، و گوش غلام کاهن اعظم رو از سرش جدا میکنه. مسیح اونجا بهش میگه که شمشیر خودت رو بنداز، زیرا که هر که شمشیر کشد به شمشیر نیز افتد. مسیح اینجا داره به ما کاملا میگه جنگ ما جنگ جسمانی نیست. پتروس اشتباه کردی و شمشیر تو الان غلاف یک مکاشفه اشتباه از کلام مشخصه که پتروس درست نفهمیده مسیح چی گفته و خدمت مسیح چیه. با تفسیر خودش خواست برای خدای خودش، سرور خودش یک کاری انجام ده. ولی اینجا باز هم مسیح به ما نشون میده اگر من نباشم شما نمیتونید کلام رو در. ما یک اشتباه و یک خواب‌آلودگی در کلیسا رو می‌بینیم، یک نماد رو می‌بینیم در کلیسای لاودیکیه، مکاشفه، و بهش اشاره نمی‌کنم. و خدا میگه که تو کور و عریان هستی و فقیر هستی، زیرا که فکر می‌کنی اما بیدار نیستی. ولی یه جا قوت و بیداری خدا رو می‌بینیم، رسول خدا رو می‌بینیم، پولس رسول که در مذهب قبلیش به عنوان سولوس خادم قوم یهود شناخته میشد، پولس به سولوس تبدیل شد. و پولس در یک بیداری که در یک محیط بسته و دستهای بسته بود گفت به شما میگویم شاد باشید، و باز هم میگویم شاد باشید، شاد باشید. چرا؟ چون فهمیده بود اگر جانش را از دست بده، در واقع جان خودش رو در ملکوت خدا به دست آورده. و اونجاست که فهمید که بر نیروی تاریکی غلبه یافته. و اون موقع ما میفهمیم که شادی از درون یعنی چی. اینه شادی خداوند که در جزبهای ما ریخته میشه. یادتون میاد کیا فیلم اخراجی ها رو دیدن؟ چقدر اون فیلم رو دوست داشتم. من دیدم انسان‌هایی بودن که از واقعا با افکار پوچ و بیهوده دنیا و واقعا آدم‌های علافی بودن. وقتی وارد جنگ میشن، یکی به خاطر اینکه عاشق شد، یکی به خاطر اینکه اون یکی که عاشق شد باهاش رفت، دوست‌ها با هم دیگه جمع شدن رفتن، فکر کردن خوش می‌گذره، جنگ رو جدی نگرفتن. وقتی رفتن شروع کردن به الباتی کردن توی جنگ. خیلی جالب بود، من عاشق شخصیت مجید سوزنکیم توی بود. و وقتی فهمیدن که جنگ، مجید جون خودش رو برای لشکری که باهاش بودن از دست داد، بیدار شد. این بیداری یک انسانی که الاف و لات بود، در واقع یک شهید شد، یک شهیدی که جان دیگران رو نجات داد. خدا رو شکر میکنم واقعا برای خدایی که در انسانهای ضعیف کار میکنه. دیروز ما در نیاگارا فالز بودیم و خیلی جالب بود به یک قسمتی میرسیم که آب کاملا
انگار از اون خروش از اون امواجی که قرار داره میرزه به پایین آرومتره و جالبه که فریبنده ترین نقطه همونجاست. روی آب تقریبا آرومه اما زیرش جریان خیلی شدید داره. به محض اینکه پاتون رو بذاره مطمئنن میکشد اون زیر و دنیا دقیقا یه همچین حالتی رو داره. وقتی ما در دنیا قرار میگیریم و خیلی چیزها بر ما عادیه، انگار همه چیز آرومه، انگار من چقدر خوشحالم، همه چیز آرومه، ولی در واقع اینطور نیست. خوشحالی ما به یک شکست مبدل میشه و ما در زندگی خودمون میبینیم که یه جا میفتیم، یه جا به ما توهین میشه، یه جا نمیتونیم با واقعا انسان‌ها کنار بیای یا با مشکلات خود. پس دنیا آروم نیست. بدانید و آگاه باشید که دنیا خیلی فریبنده‌تر از این حرف است. ما حکایت ده باکره رو اکثر ما میدونیم در کلام خداوند. پنج تاشون روغن اضافی برداشتن برای ملاقات داماد، پنج تاشون برداشتن. و اگر ما اون روغن‌ها رو از جانب خدا که روح القدس باشه در جزبهای خودمون به فراوانی و فزونی نداشته باشیم، مسیح میگه که شکست میکنه، میگه که وارد از در دخول نمیکنه، داخل اون در نمیشه. پس نیازی که ما کلام خداوند رو بخونیم، دعا بکنیم، مشارکت داشته باشیم و از قوت‌های خداوند بهره‌مند بشیم. چرا خدا برای ما نمی جنگه؟ چرا خدا ما رو در جنگ پیروز نمی کنه؟ بدونه که ما تلاشی بکنیم. تا حالا این فکر برای شما شکل گرفته توی ذهنتون؟ چرا خدا اینو برای من راحت انجام داد و من به سختی به دست آورد؟ چون خدا میخواد که شما برای چیزی که پیروزی رو بجنگید و خودتون تجربه کسب کنید، تجربه رو شما به دست بیارید و وقتی که پیروز میشید شادی رو واقعا درک میکنید. وقتی یک پدری پول هنگفتی رو میاره به شما میده به راحتی خرج میکنید. توی کتاب مقدس مثالش داریم. ولی جالب اینه که وقتی خودت با عرق به دست میاری میدونی چجوری اون رو خرج بکنی. برای یک سنتش واقعا جورت در میاد بخوای بدی. و اینجاست خدا میگه که پیروزی رو من در جنگیدن شما. موسی وقتی که خواست بجنگه خدا بهش گفت وقتی دستاشو بالا میبرد گروهی که لشکر اسرائیل بودن هجوم میبرد. وقتی که دستشو میورد پایین شکست میخورد. وقتی دو مرتبه دستشو میورد بالا و این اتفاق افتاد به مکررات و دو نفر دیگه دستشو بالا گرفتن. خدا میخواست بگه که من قوتم رو در دستان تو گذاشتم و لشکری که به تو دادم قوتش در دستان توست و دستان اونها دستان توست و شما در یک اتحاد و قوت در یک نبرد میتونید با یک تلاش و عرق ریختن میتونید پیروزی بسازید. خدا رو شکر میکنم برای قوتی که خداوند در وجودهای ما قرار داده. در دنیایی که واقعا تاریکیه میگه دنیا در شرارت خوابیده است. شرارتی که خیلی وقت ازش قافل هستیم. برادر و خواهر من در یک نبرد قرار داریم. اگر متوجه نیستید متوجه باشید که نبرد یعنی یا نجات دادن جان خودتون یا از دست دادن جان خودتون. پس مجهز بشید به کلام خدا و خدا به منم قدرت بده که بتونم واقعا این چیزی که دارم الان ادعا میکنم در زندگی خودم اجرا کنم. آمین. کسی که
کلام رو وضع میکنه در واقع اولین مخاطب کلام خودشه. و وقتی من داشتم این کلام رو آماده میکردم فهمیدم که چقدر ضعف دارم. ضعف داشتم میدونستم، بعد یه سری دیگه همش اضافه شد. خیلی سخته. این زندگی رو در این دنیا نادیده نگیر. برای اون چیزی که هستیم ارزش قائل بشیم. مزمور 144 رو برای شما میخونم و هوا گرمه، میخوام زیاد معطل بشیم و امیدوارم خداوند اونطوری که باید کلام خودش رو به شما داده باشه داده باشه. آیا بنا شدید؟ آمین. قربت مسیح. نشدیم سوید. آمین. خدا رو شکر. اول مزمور 144 برای شما میخونم تا ببینید که خداوند چطور برای شما به چه قوتی شما رو مجهز کرده. خدا که صخره من است متبارک باد، که دست‌های مرا به جنگ و انگشت‌های مرا به حرب تعلیم داد. رحمت من اوست و ملجای من و قلعه بلند من و رهاننده من و سپر من، آن که بر او توکل دارم. خدا رو شکر می‌کنم برای وجودهای نازنینتون که امروز می‌تونستید در خونه‌های خودتون زیر کولر و یک سایه خوب باشید و چای بنوشید و هر کار دیگه انجام بدید و میتونستید در روز جشن کانادا شرکت بکنید، اما ارجحیت دادید تا کلام خداوند در زندگی شما جاری بشه و از خداوند حقیقتا برکت روزافزونش رو برای شما میطلبم. باشه که قوت بگیرید، باشه که برکت بگیرید و دنیا مات باشه که اینها چطور از دنیا میزنن ولی هنوز ثروتمند هستن. آمین. با دعا جلسه رو خاتمه میدم، اما میخوام صدای لشکر خدا رو بشنوم. چیزهایی رو که میگم رو دوست دارم لشکر خدا اعلام با من. ای خداوند پدر آسمانی، ای خداوند پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که من رو انتخاب کردی، من رو انتخاب و در لشکر خودت قرار دادی، و در لشکر خودت قرار داری. امروز اعلام میکنم، امروز اعلام میکنم، تا قطره قطره خونم رو برای کلام تو میستم، امروز اعلام میکنم حاضر هستم تا از زندگی خودم بها بدم. امروز اعلام میکنم حاضر هستم از زندگی خودم بها بدم. منو مجهز کن، منو مجهز کن تا از کلام تو بفهمم. سلام. ای خداوند پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم برای قوتی که خداوند امروز جاری کردی. خداوند باشی که خداوند به قوت کلام تو رو دریافت کرده و خداوند از این در بیرون بریم، و باشی که خداوند از جلال تو روز به روز، روز به روز و روز به روز درخشان بشیم و خداوند تاریکی بر ما غلبه نیابد. خداوند باشی که جلال تو روز به روز در دنیا خداوند آشکار بشه، و خداوند باشی که در آسمان تو خداوند تو رو ملاقات کنیم. خداوند ما میخوان در آسمان تو با تو باشیم. خداوند خواهش میکنم خداوند بگذار در این نبرد ما هم سهیم باشیم و ما هم پیروز باشیم. خداوند باشی که کلام تو خداوند در زندگی ما و سلول های خداوند اعضای بدن ما خداوند جوش و خروش داشته باشه. باشه چشمه های حیات باشی در این دنیا خداوند، همونطور که تو برای ما چشمه حیات هستی. تو رو شوی میکنیم و تمام جلالش رو به نام تو و برای تو میگیم. در نام عیسی مسیح خداوند طلب میدم. آمین.